بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سعید باقری، اینجا استودیو آراب برندینگ و یک برنامه مناظره دیگر رو شاهد هستیم و مهمان شما هستیم. خب بدون اینکه وقت رو تلف کنیم میخوایم بریم سراغ ادامه برنامه. منتهای یه نکته، توی مناظره، توی اعلام نتایج مناظره حتما شرکت بکنین با شماره 3021-19 عدد 1 با تیم موافق و عدد 2 با تیم مخالف. هدف از برگزاری مناظره ما توسعه فرهنگ گفتگو در میان آرادی ها، آموزش و ارتقای تفکر خلاق در میان آرادی ها، تقویت انگیزه های ارتقای دانش و آگاهی در میان آرادی ها و در آخر تمرین و تقویت فعالیت های گروهی منسجم در میان آرادی ها. همونطور که میدونین یه سوال سفید هم داریم که بعد از این که با دوستان آشنا شدیم این سوال رو مطرح میکنیم و دوستان در رابطه با این سوال نظراتشون رو مطرح میکنه. خب وقتش رسیده که بریم یک تیزر و معرفی شرکت کننده ها رو داشته باشیم. برمیگردیم. شرکت کننده تیم موافق: ابوالفضل مطلق، متولد 1375 از قم، سفیر آرادی. شرکت کننده تیم مخالف: جواد مهرگان، متولد 1360 از اصفهان، سفیر آرادی. شرکت کننده تیم موافق: فاطمه دهقان، متولد 1378 از شهر قم، تاجر و سفیر آرادی. شرکت کننده تیم مخالف: عارفه دهقان، متولد 1379 از شهر قم، سفیر آرادی. خب خیلی متشکرم. تیزر معرفی دوستان رو شاهد بودیم و الان وقتش رسیده که یه عرض ادبی با شما داشته باشن، یه حال احوالی با اتون. سرکار خانم دهقان میکروفون و یه سلام احوال پرسی با بیننده هامون داشته باشید. روشن هستش، بفرمایید. دورمین وسط، الان سمت چپی. سلام، عارفه دهقان هستم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنونم از شما جناب آقای مهرگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، جواد مهرگان هستم، سفیر آرادی. خوشحالم که امشب در خدمت شما باشم، امیدوارم که یه مناظره خوبی رو داشته باشیم. متشکرم از شما. خب خدمت شما باشه، بفرمایید. دوربین روبرو. سلام، ابوالفضل مطلق هستم، امیدوارم که یه مناظره خوب و جنجالی رو با هم داشته باشیم. ممنونم از شما. و سرکار خانم دهقان. سلام خدمت بیننده های عزیز، فاطمه دهقان هستم، تاجر آرادی، امیدوارم که از این مناظره لذت ببریم. ممنونم از شما. دو خواهر در روبروی همدیگه، قراره امروز با همدیگه به صحبت بپردازن و از نظرات خودشون دفاع بکنن. خب میرسیم به بخش جالب برنامه که قرعه کشی هستش. شماره گذاری دوستان: شماره 1 سرکار خانم عارفه دهقان، شماره 2 جناب آقای جواد مهرگان، شماره 3 جناب آقای ابوالفضل مطلق و در آخر شماره 4 سرکار خانم فاطمه دهقان. با این عددها که مشکل ندارید. خب خیلی طولانیش نکنیم، خیلی انتقاد میکنم دوستان. شماره 2 شروع کننده صحبت جناب آقای مهرگان هستن، پاسخشون رو شما میدین و خانم عارفه دهقان
شماره 3 نفر سوم و در آخر جمع کننده صحبت سرکار خانم فاطمه دهقان هست. خب قبل از هر چیز قوانین مناظره رو با هم دیگه یک مرور بکنیم که دوستان هم بدونن که اخطار نگیرید و اخراج نشید، نمره منفی نگیرید. از هر گونه تحقیر افراد تیم مقابل و بروز هیجانات منفی خودداری کنید. صرفاً از استدلال‌های شخصی خودتون که مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های جامعه و همچنین یافته‌های علمی هست استفاده بکنید. حفظ حرمت و متانت به هنگام صحبت کردن و نیز حفظ اخلاقیات در حین مناظره الزامی هستش. و در آخر توهین به دین مقدس اسلام و توهین به کیان شرکت معظم آراد برندینگ و نیز توهین به شخصیت و هویت هر یک از افراد حاضر در برنامه به منزله عبور از خط قرمز هستش و اخراج مستقیم داره. و ازتون میخوام که لطفاً طبق چارچوب باشه و از این قوانین و از این قانون‌ها خارج نشه. سوال سفید برنامه، سوال امروز این هستش که الگوی ایرانی به اندازه کافی برای جوانان نداری. دو نفر در تیم مخالف و دو نفر هم در تیم موافق به گفتگو می پردازن در 4 مرحله. یک مرحله 240 ثانیه‌ای دوستان، یک مرحله 90 ثانیه‌ای و دو مرحله 60 ثانیه‌ای رو شما دارین و صحبت میکنین. و دوستانمون که دارن برنامه ما رو میبینن، چه افرادی که داخل استودیو هستن و چه کسانی که دارن ما رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنن، توی رأی‌گیری حتما شرکت میکنن. خب شروع کننده صحبت، فقط من میکروفون رو ممنونم از شما. خدمت شما، آمادگی داریم؟ 240 ثانیه شما از همین لحظه شروع شد. بفرمایید، فقط میکروفون بالا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا میخوام در مورد الگو صحبت بکنم. اینکه ما الان اینجا نشستیم خودش یکی از مبانی الگو هستش. حالا نمیخوام بهش فعلا بپردازم این تو این ابتدای بحثم، به خاطر اینکه در جایی نشستیم که میتونیم عنوان بکنیم که مانند و مثلش بیرون از اینجا وجود نداره. در مورد الگو میخوام صحبت بکنم. اینکه ما گفتن که عنوان سوال هستش که الگوی کافی وجود نداره، ما اول میخوایم الگو رو مشخص کنیم ببینیم چیه. الگو خودش منظور از الگو اینه که ما یه آرمان و اهدافی رو برای خودمون مشخص بکنیم و بر اساس اون چیز، بر اساس اون آرمان و اهدافی که مشخص میکنیم، برای خودمون یه کسی رو مد نظر قرار میدیم و به طب اون رفتار و اون چیزایی که اتفاق افتاده در طول زندگی اون شخص برای ما یه الگو قرار میگیره. حالا در بخشای مختلف ما میتونیم الگوها رو جدا بندی کنیم، مثلا تو بحث ورزشی هستش، تو بحث علمی هستش، تو بحث صنعتی هستش، تو بخشای مختلف الگوهای زیادی ما داریم، الگوهای زیادی هستن. بعد خدمتتون عرض کنم که در جهت پیشرفت اصلا خود معنای پیشرفت چیه؟ ما وجود حرکت، تکاپو و جهش از وضع موجود و رسیدن به سمت وضع مطلوب رو و یه چشم‌اندازی رو براش ترسیم کردن، این خودش پیشرفته. و از هر زمانی که ما به این برسیم در واقع به پیشرفت رسیدیم. و این پیشرفتم زمانی خیلی ملموس هستش که ما بتونیم از رقبای خودمون جلو بزنیم. پیشرفت مدیریت آگاهانه میخواد. حرکت انسان تو در پیشرفت باید ابتدا بر پایه زندگی شخصیش باشه، یعنی چیزی باشه که زایده ذهنی خودش باشه، بعد بتونه از بیرون خارج از ذهن خودش یک کسی رو به عنوان یک نور یا به عنوان یک نقطه مستقیم یا یک سیبل قرار بده و اون رو دنبال بکنه. بعد از اینی که داره دنبال میکنه، در کنار حرکتی که به جلو داره باید توجه بکنه که اون الگویی که برای خودش ترسیم کرده چه کارهایی رو انجام داده،
چه شرایطی رو پشت سر گذاشته، چه موقعیتهایی رو و ممکنه که حالا بعد زمانی هم تأثیر داره توی اون الگو. الگوی یک زمانی ممکنه که در گذشته شکلش فرق بکنه با الان، اون الگویی که ما برای خودمون ترسیم میکنیم. با توجه به اون بعد زمانی یه الگویی رو ما برای خودمون مشخص میکنیم و در راستای اون وقتی پیش میریم، این باعث این میشه که در بحث شخصی ایجاد شخصیت میکنه برای ما، ایجاد وجهه اجتماعی برای ما پیدا میکنه. در موضوع اجتماعی تاثیرگذار هستش روی اطرافیان، روی خانواده، روی محیط کار و جایی که داریم زندگی میکنیم میتونه تاثیرگذار باشه. بعد خدمتتون عرض کنم که در مورد چارچوبای نظری و ذهنی هم که در مورد الگو پیشرفت تو این سوال هستش، من در ادامه بحث صحبت میکنم. بفهمید خب من الگو دار بله بله هستش. من بهتون میگم، من اول اینو نه اول اینو مشخص بکنم که ما اصلا موضوع صحبت ما در مورد الگو چی هستش، اصلا منظور از الگو و پیشرفت چیه، در ادامه به اون من میپرسم. متشکرم از شما، مرسی. خب شما آمادگی داری؟ بله. 4 دقیقه شما هم از همین لحظه شروع شد. بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهربان خب یه مطالبی رو بیان کردن و خب اون نکته اصلی رو شما بیان کردن، یعنی الگو کیه؟ شما الگوی شما برای اینکه یک فردی باشه بتونه من جوان رو رشد بده در زمینه‌های مختلف، الگویی که شما معرفی کردی الان کیه؟ این سوال اول. حالا من به مباحثی که خودم آماده کردم میپردازم. الگو یک نیاز اساسی برای همه ما انسان‌هاست. یعنی انسان وقتی که به دنیا میاد، خواه و ناخواه خلقتش به طوریه که رفتارهای دیگران رو برای خودش الگو قرار میده، در خانواده، پدر و مادر، بعدها توی مدرسه، توی دانشگاه، و الگوهایی رو برای خودش میپذیره. ما اگه الگو رو یه محصول در نظر بگیریم، محصولیه که مشتری خودش به سمتش میاد، اونقدر شما نمیخواد براش برندسازی بکنی، چون وجود انسان همونطوری گفتم طوری همین سرشتش، ذاتش طوری طراحی شده که به سمت الگو میره، و اگه شما الگوی خوبی رو بهش معرفی نکنی، الگوی نامناسبی رو انتخاب میکنه. خب حالا الگو چیه؟ الگویی که من رو بخواد رشد بده در مسیر رسیدن به کمال، در مسیر رسیدن به رشد، من میام از فردی، از گروهی تبعیت میکنم، از تفکر اونها، از عمل اونها میام تبعیت میکنم، چون میخوام به موفقیت برسم. مثل یک چراغ راه عمل میکنه، مثل یک روشن کننده یه مسیر هست این الگو. اگه ما یک الگوی خوبی رو داشتیم، چه خوبی هایی برای ما داشت؟ ما به چه مزیت هایی میرسیدیم؟ که من میگم امروز این الگو رو نداریم برای چیه؟ اگه الگوی خوبی داشتیم، به لذت های بیشتری تو زندگیمون دست پیدا میکردیم، چه در دنیا چه توی آخرت. خب ما تو این دنیا اومدیم که به اهدافی برسیم، به چیزهایی میخوایم برسیم. خب اگه اون الگو بود، الان جوانهای ما نمیرفتن تو فضای مجازی دنبالش بگردن، تو فضای مجازی لایک نمیکردن برای صفحاتی که هیچ فایده‌ای براشون نداره. پس نکته اول میشه لذت. من میخوام تو این دنیا به لذت برسم، شما یک الگویی رو به من معرفی کن که لذت‌های حلال رو به من معرفی بکنه، من میتونم به اون لذت‌ها برسم. بعد از اون من میخوام به قدرت بالایی برسم، دوست دارم فرد قدرتمندی باشم، چه فردی چه اجتماعی، دوست دارم کشورم قدرتمند باشه. خب چه الگویی من شما برای من ترسیم میکنی که من بتونم به اون هم برسم؟ اگه من یک فرد قوی باشم، هیچ کسی نمیتونه بیاد آزادی من رو دچار خطره بکنه. پس این قدرت اینجا جلوی بحث آزادی رو میگیره که افرادی میان شعار آزادی میدن امروز. بعد از اون من یه استعدادهایی دارم، اونها رو نمیشناسم، میخوام این استعدادهامو شکوفا بکنم. الگویی به من معرفی کنی که این استعدادهایی که من دارم اونها شکوفا بشه، استعدادهایی که درون من هست راکد ساکن، میخوام اونها رو به بروز برسونم. بسترش فراهمه؟ الگوش کیه؟ چه فردیه؟ چه گروهیه؟ بعد از اون من میخوام به دانش برسم، میخوام به منطق برسم، میخوام توی مسائل مختلف بتونم قدرت تحلیل داشته باشم، بتونم نظر بدم.
توانایی حل مسئله داشته باشم. ولی نیست. من تو مدرسه یاد گرفتم توانایی حل مسئله رو، توی دانشگاه به من یاد میدن، یک سری محفوظاتی رو به من یاد میدن، از همونها امتحان میگیرن و یک نمره نهایتاً به من میدن. آیا من یاد می... آیا اصلا من به فکر این به این مسئله فکر میکنم که میخوام به توی این مسیر به این موارد برسم؟ خیر، هیچ کنون از این نیازهای من پاسخ داده نمیشه. اگه داده میشد خروجی دانشگاه رو شما بررسی کنید. ممنونم، متشکرم از شما سرکار خانم عارفه دهقان. آمادگی دارین؟ تایم شما هم از همین لحظه شروع شد، بفرمایید. اول اینکه من انتظار داشتم با مستند صحبت کنید که صحبت نکردید، اسم منبعهاتون رو بگید و اینکه انتظار داشتم وسط صحبت نپرید که از الان مشخص کردید به منم این حق رو دادید که وسط صحبتتون بپرم. الان مشخصه که دارید وسط صحبت میپرید یا نمیپرید. خب سوال مناظره چیه؟ برای جوان ایرانی الگوی موفقیت کافی نیست. اول از همه شما معنی جوان رو به من بگید. جوان یعنی چی؟ کسی که ول تو خیابون. این خیلی ممنون که وسط صحبت هم بگید پرید. کسی که شما رو بیننده میشنه بفهمید. جوان، کسی جوانی که وسط خیابونه، وله، مطله، برای چی من برای این باید بیام الگو معرفی کنم؟ کسی که تلاش میکنه و هدف داره الگوش هم داره. شما به من یه جوان بگو که هدفمنده، تلاش میکنه، الگو نداره. حالا میخواد تو چه حوزه‌ای وارد شه؟ شما اصلا منظورتون از الگو چیه؟ مثلا من الان توی رشته پزشکی میخوام الگو داشته باشم، پروفسور سمیعی رو انتخاب میکنم. حالا به من بگو یه الگو توی حوزه سفالگری به من معرفی کن. من برای چی باید توی حوزه سفالگری که هیچ تخصصی ندارم برای چی اصلا باید الگو رو بشناسم؟ پس شما منظور از الگو و جوان اول متوجه بشید، بعد بگید که ما الگوی کافی نداریم. بعد اینکه الان من پروفسور سمیعی رو گفتم، شما توی حوزه نقاشی استاد فرشچیان هست، توی ریاضی ما بالاتر از مریم میرزاخانی داریم یا نداریم؟ تو هر حوزه‌ای که شما اسمشو ببرید ما الگوشو داریم. اینکه شما فکر میکنید ایران الگوشو نداره، اینی که بخاطر اینکه دنبالش نرفتید. کسی نمیاد برای شما الگو رو معرفی کنه، شما باید برید دنبالش، تخصصتون رو انتخاب کنید، قطعا اون الگو رو هم پیدا میکنید کنارش. اگه شما الان یه حوزه‌ای رو به من بگو که اون تو اون زمینه اصلا الگو نداشته باشیم، قطعا داریم. و اینکه الان یه بحثی که هست این که شما این فرهنگ غریبه پرستی توی فرهنگم متاسفانه هست. 1400 سال پیش یه فکسی رو قرآن گفته، حالا بعد از چند صد سال یه دانشمند رومی اومده اینو تایید کرده. همه اون فکتی که دانشمند گفت و تایید کردن، کسی نگفت قرآن اینو 1400 سال پیش گفته. پس الگو داریم. بنک اجازه بفرمایید شما. شما صحبت کنید، صدای شما رو بیننده میشنوه. اینکه هنوز من گفتم تعریف الگو رو، شما تو تخصصی که داری یه الگو قطعا داری. خب پس با استدلال صحبت. چرا الگو هستن قطعا؟ من دارم تعریفم رو گفتم دیگه. شما اول باید هدفمند باشی، تلاش تو بکنی، حوزه تو انتخاب کنی، بعد الگوی اون زمینه هست. من میخوام توی ریاضی به یه جایگاهی برسم، چرا مریم میرزاخانی رو انتخاب نکنم؟ قطعا از ایشون بالاتر اصلا نیست توی ریاضی. شما نام ببر بر من. یا توی حوزه پزشکی یا توی حوزه نقاشی، شما هر چیزی که بخوای. شما اصلا از سوال مناظره دور شدی. خب اگه سوال مناظره رو شما گفتید که الگوی کافی نیست برای جوان ایرانی، در حالی که هست. الگو شما الان چی میخواستی؟ الگو یعنی چی؟ من الگو یعنی من میخوام مثل اون باشم توی اون حوزه که مد نظرمه، میخوام مثل اون باشم. 10 ثانیه. شما الان میخوای تو ریاضی بگه جایگاهی برسی، میخوای اخلاق و رفتار مریم میرزاخانی رو متوجه بشی؟ توی تمام ابعاد نمیتونی یه انسان معمولی رو الگو قرار بدی. خیلی ممنون. خب پاسخش رو خواهرشون میدن، کوبنده ظاهر میشن. تایم شما هم از همین لحظه شروع شد، بفرمایید.
با من یه تعریف نیم خطی راجع به الگو به شما میدم، شما اینو دابل کلیک بولد کن، راجع به صحبت‌های بعدی هم اینو واسه شما تعبیه می‌کنم. حکمت این کارو بهتون میگم. الگو یعنی راهنمای عمل توی رفتار و گفتار. شما این همه مثال زدی عزیزم، با شما صحبت می‌کنم، این همه مثال زدی، این افرادی که گفتی فقط شخصیت برترن، من هیچی از زندگی این افراد نمیدونم. ببین مسئله ما اینه که ما نمیشناسیم این افراد، فقط یه اسمشون به گوش ما خورده. ما رفتار تو عزیزم با یه اسم میتونی الگو انتخاب کنی؟ نه، باید جزئیات زندگی اون فرد رو بدونی، رفتار و کردار و چیزی که نه ایشون داره میگه خانم مریم میرزاخان. خب الان یه چیزی برای من ثابت شد، نیا کنید اگه الگوی کافی داشتیم شما یاد میگرفتید که وسط حرف بنده نپرید. ما الگوی کافی نداشتیم. من اگه صحبت کردم ایشون حرفش تموم شد. خب تعریف الگو رو الان تو صحبتهای من تعریف الگو رو شما بگو. الگو یعنی چی؟ بله عزیزم، یعنی راه نمای عمل و رفت. شما وقتی کسی الگو اصلا منطقی نیست. باش عزیزم، صحبت های منو گوش بده، ایشالله خودت قانع میشی. بیننده صدای شما رو داره. یا کنید الگو یعنی کسی که راهنمای منه توی عمل و گفتار من. من دو راه دارم برای انتخاب این الگو. یکی که الگو برای من ملموس باشه، مثل پدر مادر من که تو دوره کودکی این جواب میده. من الگومو تو دوره کودکی دارم، ولی تو دوره جوانی و نوجوانی چطور؟ من نیاز دارم به یک سری شخصیت های سمبولیک و نمادین. مثل چی؟ مثل همین کسی که گفتی دکتر سمی، مثل شخصیت های برجسته و بزرگ که بدونم تبیین شده باشه برام که چرا این فرد الگوه، دقیقا از جزئیات زندگیش با خبر باشم. آیا اینطوره؟ نه. شما هزار تا سمبل و نمونه و الگو به من بگو، ولی من هیچی از اینا نمیدونم جز اسمشون. نه عزیزم کافی نیست. نه دارم میگم کافی نیستش. ما تو برای دوره نوجوانی و جوانیمون جهت الگوسازی هیچ نهاد و هیچ سازمانی نداریم. حساس ترین دوره زندگی یک فرد دوره نوجوانیشه. الان شما دوربری نوجوانای دوربریتون نگاه کن، در 80 ها 90 ها همشون یا آرمیان یا بی تی اس فن و این صحبت ها، یعنی ضد الگو واسهشون شده الگو. خب شما الان به من بگو این الگوی این افراد چی هستش؟ شما داری جوان، یک جوان رو میگی؟ نیا کن راجع به عموم حرف بزن، راجع به کلیت حرف بزن، نه راجع به یک فردی که یک جوان موفق. عموم جوان ها اونو جوان های ما هیچ الگوی مناسبی ندارن. ببین شخصیت ما واسه الگو پذیری باید شخصیت های دینی و مذهبی رو دنبال کنیم، شخصیت های سینمایی، نمیدونم کاراکترهای داستان. ولی آیا ما راجع به جزئیات زندگی این افراد چیزی میدونیم؟ شما الان برای من یه مثال بزن. شما قرار شد به من بگی که الگوی زندگی شما کی هستش؟ ربطی به ایدئال نداره. شما راجع به الگو حرف میزنی، الگو هم از این مسیرهایی که خدمتتون گفتم میاد. نیا کن شما وقتی راجع مگه الان صحبت شما بیس علمی داره عزیزم؟ شما همین که وسط حرف من پریدی به من ثابت کردی تو ایران الگوی کافی وجود نداره، چون شما یاد نگرفتی وسط حرف کسی نپری. آره ایشالله تو تایمای بعدی صحبت کنید راجبه. نگاه کنید من تو قسمت‌های بعدی واسه تون تعبیه میکنم که این نیم خط تعریفی که بهتون دادم با چه دلیل و برهانی هستش. متشکرم از شما، ممنونم. خب دور اول رو شاهد بودیم، دور 240 ثانیه‌ای. دوستان هر کدوم 4 دقیقه صحبت کردن. نظر شما رو هر تیمی جلب کرد حتما رأی بدین با شماره 3021-19 عدد 1 با تیم موافق و عدد 2 با تیم مخالف، حتما رأی بدین. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با 90 ثانیه. ድርጅታችን ዓለም አቀፍ አራት ብራንድ ይባላል። ኢምፖርትና ኤክስፖርት ለምሰሩ ትልቅ የሆነ ሰርፕራይዝ ይዞላችሁ መጥቷል። ድርጅታችን ጋር ሚሰሩ እንፈልጋለን። ድርጅታችን የተለያዩ እቃዎች በማቅረብ ኮኔክሽን በመፍጠር የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው።
ለምሳሌ በድርጅታችን ውስጥ ከሚ ሰሩ ቃዎች ሳኒተሪ ቃዎች ሳም السلام علیکم جی میرا نام احسان اللہ ہے میں عرب برینڈنگ کمپنی کا ایک اپلیکنٹ ہوں میں ابھی اس وقت پاکستان کے شہر سوات کے مشہور مارکیٹ سٹی سینٹر منگاوڑا میں موجود ہوں آج جس کا ریویو کرنے لگے ہیں وہ ہے لیڈی سوٹ جو کہ ہم نے اپنی کمپنی میں لانچ کیا ہوا ہے او کومینی ادیک بیولو اکنی مو بینین لو ابوجانی بینی نائجیریا So Moja Shujufu Ileshe Arab branding. So we deal with so many things like prestige, sanitary wares, such as washing basin, tabs, shower and the likes. خیلی خوش اومدین. دور 240 ثانیه‌ای رو شاهد بودیم با هم دیگه. دور به نظر من جذابی بود. گفتگوی یواش یواش داشت به جدال می‌رسید که حالا دور 90 ثانیه‌ای رو شاهد خواهیم بود. نفر اول آقای مهرگان، همونطور که قرعه‌کشی کرده بودیم 90 ثانیه‌تون رو آماده اید. استفاده بکنید، میکروفون رو بگیرید. 90 ثانیه شما همین الان روی تصویر هم هست. بفرمایید شروع شد. خب در مورد پاسخ شما آقای مطلق این چیزایی که شما از من این چیزایی که شما خواستید اینا رو باید برگردید شما. به نظرم توهین نمی کنم به شما، اما اینا برمیگرده به اونجایی که شما تحصیل میکردی، اونجایی که شما زندگی میکنی و اون چیزایی که در گذشته یاد گرفتی. خب این یه موضوع. موضوع بعدی این که الگو شما گفتید، من ابتدای بحثم گفتم اینجا که من نشستم اینجا خودش یه الگوه. الگو برای چی گفتم؟ چقدر آدم میخواین تو همین جایی که شما نشستی؟ اجازه بده. نه عموم مگه نه آراد جز نیست، برای من کل آراد، برای شما جزه، برای من کله. الان همون دیگه فرقی نمیکنه که برای بیننده ها، برای من ببین به کلی صحبت میکنم. الان الگو ببینین یه من مگه جز عموم مردم نیستم؟ من برای خودم الگو باید تعیین بکنم دیگه. یکیش همین جاییه که نشستیم. نه ببین اجازه بده، نه هیچ فرقی نمیکنه، هر کسی میتونه باشه. گفتن همین جوونایی که اینجا هستن و باعث این شدن که آراد داره جهانی میشه. به نظر شما آراد داره جهانی میشه؟ این یه الگو نیست؟ به نظر من بهترین الگوه. یکی این الگوهای دیگه هم شما تو هر بخشی که بخواید من بهتون معرفی میکنم. مثال میخواید براتون بزنم بگید که من مثلا تو دور بعدی ببخشید 90 ثانیه شما هم از همین لحظه شروع شد. بفرمایید آقای مهرگان. جواب منو ندادی، من قانع نشدم اصلا نمیفهم داری چی میگی. حالا بس من صحبت کنم، اجازه بده. من هیچ صحبتی توی دورهای قبلی نکردم، اجازه بده من صحبت کنم. من مبحث قبلی خودم رو میخوام ادامه بدم. الگویی به من معرفی کن خب که افراد رو به سمت سعی و تلاش و مقابله با راحت طلبی و تنبلی ببره. خب این که من امروز سیر از سختی ها رو حاضر نباشم تحمل بکنم، خب فردا روزی چندین برابرش رو باید سختی بکشم. این که امروز من حاضر نیستم یه سری از کارها رو انجام بدم، قادر نیستم فردا هم یک سری کارهای دیگر رو انجام بدم. اینم برای من باز کن، یه الگویی به من معرفی کن که بتونم این کارها رو انجام بدم. این نکته. یه الگویی به من معرفی کن که منو برنامه مند توی زندگی بار بیاره، من دارای نظم و برنامه بشم. من نوعی نه، کلی برای جوانها. خب بتونه من بتونم طول عمری که دارم رو بهتر استفاده بکنم، درست شد؟ بتونم ارزش افزوده خلق کنم، بتونم ثروت به دست بیارم. اکثر افراد جامعه ما امروز کارمندن. بذار من حرف بزنم. اکثر افراد کارمندن، اصلا اجازه نمیدی، درست شد؟ من بتونم علم تولید کنم، بتونم ثروت تولید بکنم. الگویی به من نشون بده، الگویی به من نشون بده که بتونم بتوانم بیشتر از نیازم پول در بیارم. ممنونم از شما، متشکرم. خدمت شما باشه. 90 ثانیه شما هم از همین لحظه شروع شد. بفرمایید. خب الان شما گفتی الگو معرفی کنم شما ثروت بیشتر داشته باشی. شرکت آراد برندینگ، توی این شرکت مهندس
الان شما الگوت کیه؟ مگه الگو نداری تو این شرکت؟ مگه مهندس قربانی الگو شما نیست؟ شما هم الگو داری، پس چی الگو کافی نیست؟ قطعاً قطعا شما الان گفتی یه اجازه بده. شما الان گفتی یه دونه یه فردی رو من معرفی کن استعداد منو شناسایی کنه. این همه شرکت که دارن استعدادیابی میکنن، خود آراد شما رو برقرار نکرده. اصلا از آراد بیا بیرون. آقای شهابنایی رو میشناسید؟ ایرانی هستن ایشون، استعدادام شناسایی میکنن. توی چه حوزه‌ای مثال میخواید شما؟ شما خودت الگو داری، میگی الگو کافی نیست، دیگه چی میخوای؟ شما میخوای، شما تعریف الگو رو دیدیم و فهمیدیم. اجازه بدین من بگم. اصلا صدای شما داره میره خانم عارفه دهخان، بفرمایید. بیننده الان چیزی نمیشنوه. آقای امیدیار بنیانگذار شرکت ای بی. اجازه بدین مهرگان. خانم دهخان اجازه بدین. دیگه چی بگم به شما؟ مهرگان لطفاً هم تیمیتون داره صحبت. دو اون الگویی که شما دنبالشی نه تنها تو ایران بلکه هیچ جای جهان پیدا نمی‌کنی. شما می‌خوای وارد زندگی شخصی مردم بشی، تو تمام ابعاد اون الگو قرار بدی. این نمیشه، اصلا نیست. ممنونم. بعد 44% پرسنل شرکت اپل ایرانیه. ممنونم. زمینه الگو میخوای که ما به شما معرفی کنیم؟ الگوهای مختلف میخوام. دوستان بیننده ها صدای شما رو ندارن، اجازه بدین. اجازه بدین، هنوز تایم دارید شما، بفرمایید. الان میتونید صحبت کنید. 90 ثانیه شما شروع شد، بفرمایید. من یه مثال بزنم، بذارید براشون یه مثال بزنم. نیا کن، اگه از کسی بخوای یه کاری رو انجام بده اما از اون کاریش تعریفی ارائه ندی، چه اتفاقی پیش میاد؟ کسی که اهل کار میره خودشو زیادی درگیر اون کار میکنه و قطعا تو اون زمینه موفق نمیشه. کسی هم که اهل کار نیست اصلا سمتش نمیره. ارائه الگو، تبیین الگو هم همینه. چرا تعریف درستی از الگو به من ندادی؟ چرا به من یاد ندادی که من الگو رو چجوری بشناسم؟ وقتی گوش بده، کس ایرانی که داری میگی مریم میرزاخانی، ایرانی که خارج جایگاه پیدا کرده ایرانی حساب نیست عزیزم. کسی که از ایران فرار کرده ایرانی حساب نیست. گوش بده تو الگو پذیری هم همینه. الگوی شما توی مناظره کی هستم؟ الگوی شما تو مناظره کی که شما اصلا گوش نمیدی به حرف من؟ بعد گوش بدی که اظهار نظر کنی. گوش بده توی الگو پذیری من باید جزئیات، ریز جزئیات زندگی یک نفر رو بدونم چجوری زندگی کرده. وقتی تبیین من اسم خارج آوردم دوستان. نه من همچی چیزی نگفتم، من در رابطه با مریم میرزاخانی گفتم. گوش بده وقتی تعریف درست از الگو نداشته باشی افراط و تفریط پیش میاد، همین چیزی که تو جامعه ما الان وجود داره. تمام. ممنونم خانم. اصلا عرق ملی و اینا چرا میگشید وسط؟ در رابطه با موضوعتون میخواییم صحبت کنیم. سامانه پیامکی اجازه بدین. سامانه پیامکی اجازه بدین لطفا، عذرخواهی میکنم. سامانه پیامکی 3021-19 شماره 1 با تیم موافق و شماره 2 با تیم مخالف، حتما رأی بدین تا برنده رو انتخاب کنیم. خدمت شما، الان میتونید صحبتتون رو ادامه بدید. 60 ثانیه شروع شد. ببینید اصلا دنبال معنیه الگو نباشید. الگو رو من نباید برای شما معنی بکنم. الگو معنیش مشخصه از گذشته تا به الان. هیچ کسی هم برای اینکه الگو بشه نیومده برنامه‌ریزی نکرده از گذشته بگه من 50 سال دیگه میخوام الگو بشم، پس این زندگی نامه من در اختیار جوانان قرار بگیره بشه الگو. پس دنبال این نگردیم. الگو رو شما باید ببینید تو چه بخشی دنبال الگویی. آیا من یه الگو میخوام برای زندگی، یه الگو میخوام برای کار، یه الگو میخوام برای ورزش، یه الگو میخوام برای هر چیزی؟ 30 ثانیه. برای قدرت الان بهت میگم. یک نمونه، حاج قاسم سلیمانی یه کسی بود خوب که یک نمونه. اجازه بده یک نمونه حاج قاسم بود، یک نمونه دیگه حسن باقری بود که به عنوان یک دونه خبرنگار رفت توی جنگ. اجازه بده رفت تو جنگ و بهترین عملیات ها رو اجرا کردن خب با کمک ایشون. پس ببینید، پس قدرت رو ممنون. قدرت ممنون.
متشکرم. شما ساکتمون شمایی. خب بفرمایید، 60 ثانیه شما هم شروع شد. آقای مهرگان، الگوی شما، الگوی رفتاری شما توی فضای مجازی کیه؟ نه الان من میگم آقا توی فضای مجازی هیچ الگوی رفتاری نداریم. رهبر جامعه فریاد میزنه فضای مجازی رها شده است. خب پس الگو نداریم که یک فرد بزرگی همچین حرفی رو میزنه. ما الگو نداریم توی این مورد. اجازه بدید. اصلا الگوی نداریم. یه خواننده میاد یه آهنگ مبتذلی رو میخونه، دانش آموزای مملکت میان اونو تکرار میکنن. چرا اتفاق الگو داریم الان ما؟ پس چرا همچه اتفاق میفته؟ نه دیگه ناکن، شما الان بگو چرا باید دانش آموزای ابتدایی ما بیان یه همچین آهنگی رو بخونن؟ خب به من الان الگوی فضای مجازی ما کیه؟ چرا فضای مجازی من رها شده؟ جواب به من بده. چرا وقتی یه قرعه کشی جام جهانی انجام میشه، قرعه کشی انجام میشه، ایران توی گروه ضعیفی میفته، قوی میفته، فحاشی میشه نسبت به فنی که قرعه رو انداخته؟ تشکر میکنم. اجازه بدید دوستان بیننده باید بهتون رأی بده. اجازه بدین بیننده باید به شما رأی بده. با این هم با هم دیگه صحبت کردن اونم تو این تایم بیننده نمیشنوه صدای شما. بفرمایید، 60 ثانیه شما هم شروع شد. خب شما هم تو چه حوزه‌ای دقیقاً الگو میخوای که پیدا نمی‌کنی؟ شما اگه یه الگوی کامل میخوای، اول اصلا دنبال انسان معمولی نباید باشی. اگه دنبال معصومین هستی، پیامبر اکرم اسوه نیکو برای شما. دیگه چی میخوای؟ خب یعنی چی؟ الان شما فقط اسم بود، یعنی چی اسوه نیکو؟ درست اسوه نیکو ولی وقتی تغییر نشده، من نمیدونم ایشون چجوری زندگی کرده. من چجوری اون الگوی خودم برای شما به جای اینکه شما بیلگیتس رو چجوری شناختی؟ صدا و سیما برات معرفی کرد؟ زندگی خصوصی رو به شما معرفی کردن؟ چجوری پیدا کردی؟ شما خودت رفتی دنبالش؟ الان بعد بری دنبالش که بتونی؟ مگه اصلا خارجی ها کامل هستن؟ خارجی ها خودشون دارن میگن هوش ایرانی ها بالاتر از ماست، پس قطعا الگوی بهتری هم هستن برای ما. فقط الگو چیه؟ آقا شما اجازه میدید؟ بفهمید الان همین جملتون رو دوباره تکرار کنید چون بیننده نشدید. 60 ثانیه شما هم شروع شد. عزیز من، شما توی این گیر افتادی که نمیدونی اصلا الگوش خصیصه‌ای داره، چه ویژگی داره، ابعاد مختلف. خب موضوع الگو هستش، یعنی چی؟ ول کن الگو رو. نگاه کن عزیزم، هر وقت اومدی پیامبر همین واقعا اسوه نیکو هستن، ولی آیا اومده تبیین بشه؟ اومده توی فضای مجازی. خب عزیزم، پیامد نبودن با تبیین نشدن یکیه عزیزم. وقتی پیامدش یکیه، چه الگو داشته باشم تبیین نشه، خب هیچ فرق نداره با اینکه الگو نداشته باشم. این چه مثاله؟ این چه سفسطه ای بودش؟ نه گوش بدین، من قانع نشدم. نه واقعیتش من قانع نشدم. اگه دو تا دیگه مثال میزدی راجع به ابعاد یه الگو برنامه صحبت میکردی، من قانع میشدم، آخرش خودم به تو رأی میدادم. آقای مهرگان جزئی سازیش نکن، راجع به کل ایران صحبت کن. نه فایده نداره. خب دوستان یه لحظه اجازه بدید. خب ممنونم از شما که شاهد بودین دو دور 90 ثانیه و 60 ثانیه رو. بریم یه استراحت کوتاه داشته باشیم، با هم دیگه برمیگردیم. Hello, this video is Arab and we are talking about the house here. These ones are 4,500. No go alive. 4,500. That is in the carton of four. Then these ones are 4,800. I'm a representative of Arab Branding here in Nigeria, Lagos.
and this is Sunday Market Ogba in Ikeja, Nigeria. خب خیلی خوش اومدین، دور آخر رو شاهد هستیم. یک دور 60 ثانیه مونده که دوستان باید صحبتاشون رو جمع بندی کنن. خب همونطور که قرعه کشی کرده بودیم آقای مهرگان، 60 ثانیه شما آماده هستین؟ بله. میکروفون رو بگیرین، 60 ثانیه شما از همین لحظه شروع شد، بفرمایید. در مورد این که گفتید الگو، خب اصلا بحث الگویش اینی که من به شما بخوام الگو بدم، الگو یه چیز اکتسابیه، یعنی شما باید بری اینو کسب بکنی، پیدا بکنی. شما در مورد اگر به زندگیت علاقه من باشی، اگر به اون چیزی که در آینده میخواد برات اتفاق بیفته خوب و برای آیندت برنامه ریزی داشته باشی، حتما باید بری دنبال یه الگو. اصلا تو این بحثی وجود نداره، در کشور ما بسیار الگو زیاده. شما اگر ساده نگری نکنین و در مورد چیزهایی که داره دور و برتون اتفاق میفته، مثالم زدم، مثالش یکی همون چادر بود، توی همه مراسمات هم حضور داری کاملا، پس داری اجازه بده این 60 ثانیه رو بذار جمع کنیم. ببینید شما ناکن، شما همه اینا رو اعتقاد داری که وجود داره، به وفور هم هستش، میتونین برای خودتون اینا پیدا بکنین و بر اساس اون پیش برین. بزرگترین الگو هم برای شما میتونه خانم فاطمه زهرا باشه. متشکرم. بله 60 آخر بفرمایید، 60 ثانیه‌تون شروع شد. آقای مهرگان ببینید، ما الگوی کافی توی جامعهمون نداریم. شما برو چند تا بچه نوجوان رو عدد بذاریش کنار، بگو چند تا از الگوهاتو به من بگو. میگه مرد عنکبوتی، بنته، نه فلان فلان، قهرمانهای بدون هویتی که بزرگ شدن. ما برای معرفی الگوی مناسب به جوان هیچ کاری نکردیم. نهایت کاری که کردیم یه خیابونی اومدیم زدیم به اسم فلان شخص مثلا، نهایت کارمون همین بوده. ولی اون طرف چی کار میکنه؟ فیلم میسازه، بازی ویدیویی میسازه، کتاب میسازه، در موردش مستند درست میکنه، همه فعالیت ها رو میکنه و حتی خیلی از افرادی که شما میگی تو همین ایرانن دارن بازی اونا رو انجام میدن. چرا ما نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ چرا ما توانایی رو نداریم که یک بازی بسازیم، همین حاج قاسم سلیمانی رو معرفی بکنیم به دیگران؟ کجا داری؟ اگه اینطور بود شما چند نفر رو بیار همینجا ازش سوال کن، بپرس که چه الگوهات کیان. خب دیگه شما بگو، دیگه شما بگو، بگو الگوها کیان، همین سوال من جواب بده. متشکرم. دوستان یه بار دیگه سامانه پیامکی رو اعلام میکنم برای بار آخر، 3021-19 حتما رأی بدی. تیم موافق شماره 1 و تیم مخالف شماره 2. بفرمایید، 60 ثانیه شما هم شروع شد از همین لحظه. خب به نظر من این که شما نمیپذیریم الگوی کافی داریم، به خاطر اینه که شما تعریف الگو و تعریف جوانو خیلی در حد خیلی وسیع یه نگاهی بهش داری که اصلا همچین الگویی نیست توی هیچ جا. و اینکه یه چیزی گفتی الان از یکی بپرسم، یه بچه بپرسم الگو توی میگه مردن کبوتی. خب و من بهت گفتم و من به شما گفتم که این همه الگو هست، هم تخصصی، هم نظامی، هم هنری، همه الگو ایرانی رو براتون نام بردم. این که رسانه نیومده اینو درست معرفی کنه، خب به من ربطی نداره. من الگومو دارم. این که رسانه معرفی نه، این موضوع مناظره عوض میشه. آیا رسانه الگوهای ما رو درست معرفی میکنه؟ خیلی بله، منم موافقم. ولی موضوع مناظره اینه که آیا کافی هست یا نیست؟ قطعاً کافی هست. این که رسانه اشتباه کرده، این که دیگه نداره. قطعا الگوی کافی داریم تو هر حوزه‌ای که شما بخوای، من برات نام میبرم. ممنونم از شما، متشکرم. خب آماده هستین شما؟ منم. 60 ثانیه شما هم از همین لحظه شروع شد. یه نکته راجع به آراد، چون رو آراد مانور دادید، خدمتتون بگم علت موفقیت آراد چی بود. اومد الگوها رو تبیین کرد. ما همین مشکل رو تو اجتماع داریم، اگر کسی بیاد الگوها رو برای ما تبیین کنه، قاعدتا ما از این بحث خارج میشیم.
نگاه کن، ما اگر تو آراد فرق میکنه شرایطمون، چون الگوهامون رو میشناسیم، الگوهامون رو داریم لمس میکنیم. مهندس قربانی رو من دارم صبح تا شب میبینم، فیلمش رو میبینم، سبک زندگیش رو دارم میبینم. مهندس شعبانی رو من دارم به عینه میبینم. الگو باید یا ملموس باشه یا باید سمبولیک و نمادین باشه و برای ما تبیین بشه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله برای اکثر افراد، برای من تبیین شده، برای اکثر افراد جامعه تبیین نشده. لذا پیامد نداشتن الگو با تبیین نبودن الگو یکی هستش. یا کن اینو خودتون هم به این نتیجه رسیدید. ما چون ابعاد مختلف یک الگو رو نمیدونیم، لذا پیامد منفیش رو همیشه در بر داریم. باشه همونجا. خب مناظره رو شاهد بودیم و صحبت‌های پر از چالش دوستان. خیلی صحبتاتون خوب بود، خیلی حالا بیننده رو درگیر کردیم. تعداد نفراتی که توی رأی‌گیری شرکت کردن خیلی افراد زیادی بوده، حالا اونجوری که دارن به ما اعلام میکنن افراد زیادی خواستن که توی این مسابقه و مناظره شرکت بکنن. درصدها هم بسیار به هم دیگه میگن نزدیک بوده. حالا خود من خیلی مشتاق هستم که بدونم چه کسی و چه تیمی برنده این مناظره خواهد بود. خب طبق رسم همیشه‌مون توی ساعت عاشقی میریم سلام بدیم به آقا. آقا جان خیال کن که غزالم، بیا و زامن من باش. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوب تو ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، همه یک رنگن. اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن، اینجا آدم ها همه شبیه هم دلتنگن. که ما قدم قدم تلا که نه از تلا بیشتر عشق میونه، هر قدم توی این خاک ولی یه حرم امام رضاست، واسه تفسیر بهشت تو بهشت من چی بگم. من نیومدم که از درد بگم درمون چی، من واسه سلام اومدم آقا منم ببین، من ازت هرچی تو این دنیا بخوام کم خواستم، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین.
خب خیلی خوش اومدین، برگشتیم با برنامه مناظره با بخش آخر که بخش پر از استرس و جالب برنامه هستش. آمادگی دارین دوستان؟ نمیدونید چه وضعیتی بود اینجا، شما که داشتید میان برنامه رو میدیدید، همه افراد اینجا توی استودیو داشتن رأی میدادن و خود دوستان هم زحمت میکشیدن به خودشون رأی میدادن تا بتونن برنده این مناظره باشن. خب بریم سراغ بحث خودمون که میرسیم به رأی مردم. و اما رأی مردمی، ضمن احترام به هر دو تیم و با در نظر گرفتن تمامی شاخص‌های علمی و اخلاقی، رأی مردم تعلق می‌گیرد به تیم نظرتون چیه؟ خواهی میکنی مخالف؟ خواهی میکنی؟ رأی مردم تعلق میگیرد به تیم مخالف. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم و امیدوارم که شما هم از این برنامه لذت برده باشید. میریم با برنامه بعدی برمیگردیم. امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. موفق و معید باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.